وضعیت به اینجا رسیده که ما در زمینه آزادی بیان تا این اندازه تنزل کرده ایم. خانم عبادی، شما به دو نکته اشاره کردید، که کمک مالی به رسانه های یارانه، دادن به رسانه های که استقلالشون رو میگیره، و یکی دیگه دستورالعمل هایی که شورای عالی امنیت ملی میده به مطبوعات که مطبوعات باید رعایت کنند. اینها کارهای قانونی است از نظر شما که حقوقدان هستی داشت میکنه؟ به هیچ وجه. هیچ یک از این امور با ضوابطی که خود مجلس شورای اسلامی در قوانین مختلف اینها رو تعیین کرده سازگار نیست. تکرار میکنم، بزرگترین مشکل ما در ایران این است که به وسیله برخی از دادگاه ها و مامورین قوانین نادیده گرفته میشه. یعنی در حالتی که مردم سعی میکنند به قوانین جمهوری اسلامی احترام بگذارن، اون رو اجرا بکنن، ولیکن برخی از مامورین احترام نمیگذارن و حاضر نیستن اجرا بکنن. خانم دکتر عبادی، رسانه ها در زمینه گزارش مربوط به ادیان و مذاهب و اختلاف در اعتقادات مردم، اختلافات عقیدتی که در ایران به ویژه این تنوع بسیار است، هم از نظر اقلیت های اقلیمی و هم از نظر اقلیت های قومی و هم از نظر اقلیت های دینی و مذهبی، چگونه مطبوعات باید عمل کنند که به هدفی که هدف شما برنده جایزه صلح نوبل و هدف یونسکو است برسن، یعنی به صلح و همزیستی فرهنگ ها و مذاهب در یک کشور در ایران منجر بشه؟ نشریات میبایستی تکثر فرهنگی و مذهبی رو اشاعه بدهند و میبایستی روحیه تآمر رو بین مردم بالا ببرند. خوشبختانه روحیه تکثرگرایی در بین مردم هست. یعنی تا اونجایی که من به خاطر دارم مردم با همدیگه خوب کنار میان. منتها گاهی از اوقات به نظر میرسه دستهایی هست که مایل به ادامه این آرامش نیست. نشریات حق ندارند به هیچ دینی توهین بکنند. و اساسا یادآور بشوم، یکی از موازین آزادی بیان که در کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی هم قید شده این است که آزادی بیان محترم است و بایستی حفظ بشه، مگر اینکه بخواهند برای ایجاد جنگ و تفرقه از اون سوء استفاده بکنن. و یکی از موارد ایجاد تفرقه این است که بخواهند به دینی، ولو اینکه اون دین دین رسمی یک کشور نباشد، توهین کنن. من آنچه که گفتم موازین بین المللی است که در کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی سیاسی درش قید شده و تکرار میکنم، دولت ایران به این کنوانسیون پیوسته و متعهد اجرا شده و قوانینش رو بایستی بر مبنای تعهدات بین المللیش تصحیح بکنه. اگر در قانون ما فقط و فقط کسی حق ندارد به اسلام توحید کند و حق دارد به سایر ادیان توهین کند، این کار درستی نیست. همه ادیان بایستی محترم باشند و به وسیله توهین به ادیان ایجاد تفرقه و تشویق برای نفاق و جنگ پیش نیاد. اجازه بدید که تعریف بین‌المللی برگردیم. آزادی بیان مرزش فقط زمانی است که تشویق برای جنگ و تفرقه میکنند. خب آیا برای مثال کاریکاتورهایی که در یکی دو سال اخیر از پیغمبر اسلام و احیانا در پیوند با قدیسین دیگر مسلمان در مطبوعات غرب چاپ شد
و واکنش تند حکومت ایران و در پی اون بعضی حکومت‌های دیگه و بعد تظاهرات و این چیزا رو به دنبال داشت. برای مثال آیا در اینجا ما باید ببینیم که در واقع اشکال از آزادی خود آزادی فی نفسه، اشکال از مردمی است که ظرفیت پذیرفتن این آزادی رو ندارن، یا اشکال از کسی است که هنرمندی است که میگویند از آزادی سوء استفاده میکنن؟ در ابتدا اجازه بدین که من اعلام بکنم که چه اتفاق افتاد، چون در خبرهایی که در گوش و کنار جهان و همچنین در ایران من خوندم به پیش زمینه این واقعه اشاره‌ای نشده. یک روزنامه دانمارکی به مسابقه گذاشته بود کاریکاتور حضرت محمد رو و به 10 برنده جایزه میداد و کاریکاتورها رو چاپ کرد. این چنین عملی در یک کشوری مسیحی که به مسابقه گذاشته بشود کاریکاتور یک دین رو درست نیست. اگر به مسابقه گذاشته بودند کاریکاتور رهبران 4 دین بزرگ رو، یعنی محمد و عیسی و موسی و بودا، اشکالی نداشت. اما چگونه است که فقط کاریکاتور پیامبر یک دین رو، اون هم در کشوری که اقلیت هستند مسلمان ها، این اتفاق رخ میده؟ این است که این میتواند منجر بشود به ایجاد تفرقه و نفاق بیشتر بین جامعه ای که این نشریه درش منتشر شده. و اما اگر یک هنرمند در یک هنرمند مسیحی فرزند در همون کشور دانمارک یک کاریکاتوری از پیامبر اسلام کشیده بود و این رو در روزنامه چاپ میکردند، این طبیعتاً تشویق به تفرقه و جنگ نبود. اما چگونه است که یکی از پرتیراژترین روزنامه های یک کشور به مسابقه میگذارد کاریکاتور رهبر یک دین رو؟ مگه در همون دانمارک به این مسابقه گذاشته نشده بود خانم عبادی؟ به مسابقه گذاشته شده در دانمارک. من در دانمارک به وسیله همون روزنامه‌ای که این کاریکاتورها رو چاپ کرد به مسابقه گذاشته. حالا از زاویه دیگری نگاه کنیم که این در کشوری به مسابقه گذاشته بشه یا اصلا کاریکاتوری چاپ بشه که خوشایند یا مغایر با اعتقادات مردم یک کشور دیگر باشه، خب اون روزنامه یا اون مجله فقط در همون سطح کشوری که مردمش پذیرای اون هستن مثل دانمارک زمینش وجود داره چاپ میشه منتشر میشه، بعد کشوری که یا اون حوزه تمدنی یا دینی که نمیخواد بپذیره یا به اعتقادش برمیخوره وارد نمیکنه، اون همینطور که ایران وارد نکرد و کشورهای دیگه اسلامی وارد نکردن اون روزنامه ها رو پخش بکنن و اونایش هم که وارد شده بود سریع جمع کردن. این آیا هم در واقع رعایت آزادی تخیل، آزادی عقیده، آزادی بیان نشده است و هم در واقع جلوی ایجاد خشونت و گسترش خشونت در کشورهای دیگه گرفتن؟ من به شما عرض کردم اگر یه هنرمند در کتابخانه‌اش در آتلیه‌اش بشینه و از روی تخیل یک کاریکاتور رهبر یک دین رو بکشه یا رهبر سیاسی یک کشوری رو بکشه، این از مانعی ندارد و باید چاپ بشود و هیچ مجازاتی هم در بر نخواهد داشت. این فرق میکنه با اینکه ما بخواهیم به مسابقه بگذاریم و تشویق بکنیم افراد رو که بیاین کاریکاتور رهبر یک دین رو بکشید و به 10 نفر از برگزیدگان هم جایزه بدید.